سمانه قدرخان روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو ما رو همراهی میکنم خوش آمدین خانم قدرخان آیا شیوه تدوین قوانین ایران برای مقابله با کودک آزاری چقدر مناسبه میدونیم که خیلی از کودکان در خانواده هاشون آزار میبینند و قوانینی که با نگرش فقهی و پدر سالاران تدوین شده در بسیاری از موارد از این کودکان حمایت جدی نمیکنه برای کمک به این کودکان چطور، چه کاری میشه کرد درود بر شما و مخاطبین محترمتون متاسفانه در سالهای گذشته تجاوز به کودکان به های مختلف با دزدیدن اونها یا با مورد تجاوز قرار دادن طوری که کودک رو مجبور سکوت بکنن و صدای کودک در نیاد خیلی زیاد بوده اما متاسفانه هیچ آمار مستندی در این خصوص نیست اون چیزی که ما داریم می‌بینیم و اون چیزی که روزنامه شرق امروز نوشته نوک کوه یخه در واقع سوء استفاده جنسی یا تجاوز جنسی به کودکانه که متاسفانه اصلا در ایران بهش پرداخته نمیشه من به تازگی روی پرونده کودک دزدی در ایران کار میکردم با یک پلیس با سابقه در ایران صحبت میکردم که اسمشو نمیتونم بیارم و به من گفتن در کنار پرونده هایی که از مفقود شدن کودکان هست من آمار بسیار زیادی از کودکانی داریم که مورد تجاوز قرار گرفته من خیلی خوشحالم که روزنامه شرق این گزارش رو نوشته و جامعه نسبت بهش آگاه میشه کودکانی که بهشون تجاوز میشه اما در همون مرحله اول تحقیقات کلانتری پلیس نیروی انتظامی و قوه قضاییه اجازه باز شدن پرونده و ثبت پر پرونده رو نمیدن و ثبت شکایت رو نمیدن به خانواده ها و میگن بدون اینکه پرونده ثبت بشه مورد بررسی قرار بگیره دلیلش هم اینه که در آمار اعلام نشه که چقدر حجم تجاوز به کودکان زیاده من اینو دارم از طرف یک فرد که سابقه در واقع کاری بسیار زیاد در نیروی انتظامی داره صحبت میکنم یعنی در واقع دارم نقل میکنم اما مسئله که شما بهش اشاره کردید دو بخش داره یکی آموزش در مدارس یکی آگاهی و اطلاع اطلاع داشتن از این شرایط در بین خانواده است ما متاسفانه در مورد زمینه آموزش های جنسی در مدارس کاملا ناامیدیم قطع امید کامل کردیم به خاطر اینکه اتفاقا حکومت برای اینکه بحث ازدواج در کودکی رو بتونه در واقع بیشتر بکنه تبلیغ بکنه فرزند در واقع فرزند آوری رو بنابراین نه تنها این کارو نمیکنه در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که اتفاقا مطالب و یا مزامینی رو در مدارس میاره مثلا اخوندهایی رو میاره که دختران کودک رو دختران کوچک رو ترغیب میکنن به ازدواج در سنین کوچیک به خاطر اینکه بتونه ازدواج رو از سنین کوچیک در واقع رواج بده و کودکان رو از مدرسه بیاره خونه و اونها رو مجبور به ازدواج بکنه برابر این آموزش های جنسی به کودکان داده نمیشه کودکان در این زمینه هیچ امیدی نخواهند داشت خانواده هم همینطور اما از اینجا وظیفه خانوادهها شروع میشه بچه ها از سن سه سالگی بر اساس اون چیزی که روانشناسان میگن و حتی کمتر از دو سالگی اندام های جنسی خودشون و در واقع بدن شخصی خودشون رو میشناسن و میشه به طرق مختلف آموزش داد الان شما یه سری تصاویر نشون دادین در مورد در واقع تصاویر نشون دادین که یه سری عروسک ها رو نشون میده در خارج از کشور با استفاده از همین عروسک ها در مقاطع کوچک در مدارس با استفاده از کتاب آموزشی در کتابخونه ها به بچه ها آموزش داده میشه که بتونن از خودشون حفاظت و دفاع بکنن چیزی که ما در ایران نداریم نمیتونیم سراغ قوانین بریم چون من برمیگردم به ابتدای صحبتم وقتی پلیس به ما میگه که حتی اجازه تشکیل پرونده نمیدن به خاطر اینکه سکوت برای اینکه سکوت کوت باشه یعنی در واقع آمار نشون نده که چقدر تجاوز جنسی به کودکان هست بنابراین ما در زمینه قانون که بسیار در این زمینه بد رفتار کرده نمیتونیم حرفی بزنیم تمام تلاش ما اینه که به خانواده های آگاهی رو بدیم به عنوان رسانه که نگران فرزندان خودتون باشین مراقب فرزندان خودتون باشین آگاهی های جنسی رو از سنین کوچیک به هاتون آموزش بدین بهشون بگین نسبت به بدن خودشون آگاه باشن نگفتن رو یاد بگیرن متاسفانه خیلی بده که من دارم اینو در واقع اینجا میگم اما خیلی از این ها. بیشتر این ها. از طرف مهارم صورت گرفته اینکه ما بچه هامون یاد نمیدیم که مثلا امو رو ببوس دایی رو ببوس یا مثلا هر فردی که به خانواده نزدیک بچه رو مجبور میکنیم و یک مسئله تلخ دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم که باز هم در آمار نمیاد بحث بیشتر بودن تجاوز به پسر بچه ها در مقایسه با دختر بچه هاست این هم آماریه که من باز, باز از پلیس در داخل ایران گرفتم که متاسفانه چون نمیشه اسم اون شخص رو بگم نمیتونم بگم ولی نقل قول مستقیم از ایشونه دلیلش هم اینه که پسر بچه ها کمتر گزارش میکنن اما آمار تجاوز جنسی به پسر بچه های خیلی بیشتره ما توی رسانه ایران وایر مدت ها در مورد بحث آزارهای جنسی کار کردیم میدونم وقتمون کمه ولی اینو میخوام اشاره بکنم خیلی از این آزار از آزارهای جنسی یا تجاوز از طریق کادر مدرسه در واقع محارم بچه‌ها و از طریق کلاس های آموزشی مثلا مثل کلاس های ورزشی خیلی از خانواده هایی رو که ما در در خلال این گزارش رو باشون صحبت کردیم به خاطر بحث آبرو و حیثیت بحث تجاوزها رو پیش بله خانم, خانم قدرخان ام... این مسئله هست که علاوه بر قانون فرهنگ هم هست که باید مورد بررسی قرار بگیره مورد بازبینی قرار بگیره خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه خانم سمان قدرخان بودن روزنامه‌نگار و عضو تهریه ایران وایر از تورنتو